سلام مخصوص بر بینندگان محترم، امیدوارم در آغوش گرم خانوادگی با یک استکان چای و در ضیافت امروز خودتون شرکت کرده باشید و ما رو از اطلاعات خودتون، راهنمایی‌های خودتون و تمام صحبت‌هایی که امکان داره بقیه شنوندگان محترم هم ازشون بتونن، بینندگان محترم بتونن از اون استفاده کنن، ما رو یاری بکنیم و چند تلفن و چند ایمیل داشتیم از شما بینندگان محترم و برنامه های ما به طور زنده روزهای دوشنبه از ساعت 4 الی ساعت 5 بعد از ظهر از محل مرکزی مردم تیوی پخش میشه و بعد این مرکز لطف می‌فرمایند و برنامه ما رو چند بار بازپخش می‌کنند در طول هفته و بعضی از شما بینندگان محترم برنامه ما رو در اون بازپخشاتون توجه می‌کنید و می‌بینید و چون تلفنی هم که ما اینجا داریم در حین برنامه روشن هست و در حین برنامه روشن هست و برنامه‌مون که تموم میشه ما تلفنمون دیگه بهش جواب نمیدیم و شما دوستان و بینندگان محترم وقتی زنگ میزنید زفت میشه و قبل از اینکه به برنامه وارد بشیم صحبت‌های شما رو گوش میکنیم و اگر بتونیم صحبت‌های شما رو پخش میکنیم در برنامه، اگر نتونستیم جوابی به سوال‌های شما میدیم یا یک شرحی اگر داشته باشیم راجع به صحبت‌هایی که فرمودید بهتون میدیم و بارها شده که بینندگان محترم زنگ زدن و فیکس کردن که آخه آقای اجلالی این چه ریشی گذاشتی یا این چه گردن شال گردنی که گردنت کردی، مگه ایرانی نیستی، مگه فلان نیستی، برای بهمان نیستی. البته خب حق هم دارید این سوال ها رو بکنید. قیافه من خب به قیافه شبیه بشرهای دیگه روی زمین هست، امکان داره بعضی از این افراد در جاهای مختلف کره زمین زندگی بکنند و بالاخره همه ما پدر و مادرامون یکی هست و هیچ کس از زیر سنگ در نیومده و خب بالاخره حقم داریم
وقتی کسی اینجا میشینه و ایجاد شروع صحبتش با این هستش که بیایید با هم دنیای بهتری بسازیم، از همون اولش ما حسن نیت خودمون رو نشون میدیم به شما بینندگان محترم. خواهش میکنیم ازتون که تشریف بیارید، صحبت هاتون رو بفرمایید و به هم دیگه احترام بگذارید. صحبتی دارید مورد استفاده همه قرار میگیره و چون ما همه از زاد و آب و خاکمون دور هستیم، از زادگاهمون دور هستیم، یه مقدار بالاخره درد دلهایی داریم که میخواییم با هم دیگه در میون بگذاریم و صحبتی هم که میشه به این معنی نیست که شما حتما بخواید که ما قبول کنیم نقطه نظر شما رو و ما هم انتظار نداریم که شما نقطه نظرهای ما رو قبول بکنیم. میاییم اینجا یک ساعت خدمتتون هستیم، اطلاعاتی که جمع‌آوری کردیم در هفته گذشته و اطلاعاتی که در رسانه ها هست، اطلاعات دیگه که هست میاریم در اینجا خدمت شما و با هم در میون میگذاریم و یک ساعت رو سعی میکنیم یک مقدار از اون بار قربت یا اون بار سنگینی که رو دوش همه ما هموطنان عزیزمون که دور از محل تولد خود در این زندگی میکنیم، بلکه بتونیم این یه مقدار بارتون سبکتر بشه. و هیچ قصد و غرضی با هیچ کس نداریم، هر کسی هر صحبتی داره میتونه بیاد صحبتاش رو بفرمان و از ما انتظار نداشته باشید که حتما موافقت بکنیم با صحبتهایی که هر بیننده محترم تشکیل میارن در نظرشون رو میفرمان. البته خب چند نفر هستن تو همین منطقه ما زندگی میکنن و بعضی وقتا اندر لطف دارن که میان 5 دقیقه 3 دقیقه 2 دقیقه یا هر چقدر که وقت لازم بود صحبتاشون رو میفرمان و بقیه هم ازش استفاده میکنن. خب یه دم خب نقطه نظرشون فرق داره و این کاملا طبیعی هست که اینطور باشه و اونها هم حق دارن که تشریف بیارن و صحبتاشون رو بکنن بدون اینکه به کسی لغت مخصوص فارسی هست میان گیر بدن که خب تو با صحبتت رو بکنی، یکی دیگه هم میاد صحبتش رو میکنه، کسی دیگه هم میاد نظر میده، هر کس هر نظری داره بیایید بفرمایید. برنامه خود شما است و اینجا رو اسمش هم ما گذاشتیم ضیافت گفتگو. فقط و فقط هدف ما این هستش که بیایید اون سنگینی رو که حس میکنید اینو از خود بردارید، بدونید که ما هم هموطن شما هستیم، شما هم هموطن ما هستیم. هر کسی یک جوری رفتار کرده، هر کسی یک جوری در زندگی پیش میره و هیچ کس به هیچ کس زور نمیاره که حتما باید این حرفی رو که من میگم باید قبول کنی. مثل اون زمانهای گذشته که در امریکا خیلی رایج شده بودش که یکی میگفت یا بر راه منو بگیری یا بری راه بیابون رو بگیری، یعنی که یا با من باید یا بزن به چار. میگفتیم اون زمانم بزن به چار، یه همچی چیزایی بود. ولی خب حالا دیگه مردم رسیدن به این مرحله‌ای که میبینن تمام مردم روی زمین به هم وابسته هستن، هر کسی به هر کسی دیگه وابسته است، فرق نمی‌کنه چه جای بزرگی رو شما مدیریت میکنید، یه جای کوچیکی رو مدیریت میکنید، یا یک مسئول قسمت هستید یا مسئول قسمت کوچیکی یا بزرگی، یا حتی جزء افرادی هستی که این چرخه کوچیک و بزرگ رو داره میچرخونه، همه ای ما به هم دیگه وصل هستیم. و بنابراین همونطور که آقای دکتر بنی احمد سالهای سال میگفتن روزهای جمعه ساعت 8 صبح بیایید با هم دنیای بهتری بسازید و در این دور زمانی که حالا هستیم اینی که این دنیا چقدر کوچیک و جمع و جور شده، یعنی خیلی به هم دیگه نزدیک هستیم، همه چیز به هم نزدیک شده و اگر کسی یک جایی یک خبری رو میگه سریع این خبر به همه جا پخش میشه و ما یک مقدار کوچیکی نوشی نوشته بودیم که چرا عرض میکنیم. بله
بعد این نوتایی که از هفته پیش برداشته بودیم، یکیش خیلی جالب بود که اینو ما اینجا میخونیم که ببینیم نظر شما چی هستش. مثل که نمایندگان مجلس شورای جمهوری اسلامی ایران هفته پیش رأی دادن که اون سازمان نیروی اتمی یا نیروی صلح‌آمیز اتمی پژوهش خودشو برای ساختن و استفاده از این موتورهای اتمی برای نیروی دریایی ایران شروع کنه برای پژوهش کردن و بتونن که غنی‌سازیش از خودشون بکنن و این موتورها هم که خب بالاخره حتما با چیز رفع میشه، سوختش سوخت اتمی هست و این سوخت باعث میشه که این کشتی یا زیر دریایی به حرکت در بیاد و معمولا این کشتی ها سلسله‌هاشون خیلی کمتره و بردش خیلی بیشتره و خیلی سوختش هم یک ذره مثلا نمیدونم بگید چقدر اورانیوم هست و چقدر هرچی هست میذارن اون تو، مدت زمانی طول میشه. مثل قدیما نیست که این مخزن بزرگی پر از بنزین داشته باشه یا گازوئیل داشته باشه یا سنگ و چوب داشته باشه، حالا دیگه اینطوری شده. و این مجلس شورای جمهوری اسلامی ایران همچین پیشنهادی رو کرده یا تصویب کرده که دولت رو بکنه به پژوهش در این جهت و این یک قدم خیلی مثبت و خیلی قدم بزرگی هست که مردم ایران، دانشمندهای ایران، دانشجوهای ما، اون افرادی که تو دانشگاه های ما هستن، اون افرادی که سر کار هستن، میتونن از این نیروی صلح‌آمیز اتم برای رفت آمد در اقیانوس ها و جاهای دیگه استفاده بکنن. چنان که میدونید مثلا اگر یک کشتی بخواد مثلا 1000 کیلومتر بره و از 1000 کیلومتر سوخت باید داشته باشه، هر چند وقت باید واسه سوختگیری کنه بتونه بره، تا اونجا که من میدونم. البته شما هم این چیزا رو بهتر از من بدونید، میتونید به ما زنگ بزنید اطلاع بدید. و این سوختی که حالا دارن پیشنهاد میکنن، غنی‌سازی اورانیوم رو تا 65% باید انجام بدن و وقتی این 65% خالص میشه، اینو میتونن به عنوان سوخت در این کشتی ها مصرف کنن یا زیر دریایی ها مصرف کنن. و بعضی از این زیر دریایی ها که تا اونجا تو اطلاعات عمومی شما میتونید ببینید، تو همین رسانه های اینترنتی میتونید تجربهش بکنید، میگه که بعضی وقتی 6 ماه این چیزها این زیر دریایی زیر آب میمونن و 6 ماه خیلی طولانی، نصف سال، بدون اینکه سوختگیری کنن، بدون اینکه هوایی داشته باشن، بدون اینکه هیچ رموزی. این دستگاه های اتمیشون میتونه همه اکسیژن براشون ایجاد بکنه، همه سوخت ایجاد بکنه، اینا احتیاج به اومدن به سطح آب رو ندارن. و ما خیلی خوشحالیم که مجلس شورای ملی جمهوری اسلامی ایران یک همچین پیشنهادی رو کرده و چیز کرده، مثل که لایحه میدن، لایحه رأی میدن و موافقت میشه که این انشالله انجام بشه و مردم ما باز دوباره نشون بدن که نیتشون نیت صلح و آرامش هست. و در تمام طول برنامه هایی که انرژی اتمی در ایران داره مصرف میشه یا داره روش تجربهش میشه، ملت ایران به تمام ملت‌های دنیا گفتن که ما حاضریم این هدیه رو به شما بدیم، بدون اینکه هیچ ازتون چیزی درخواست داشته باشیم، ما میتونیم به شما یاد بدیم که چطور از این نیروی صلح‌آمیز اتم استفاده بکنید و اون علم و دانش مملکت خودتون رو از عهد حجر میگفتن در زمان اون موقع بتونید به جلوتر بیارید. سلام عرض کردم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. یه ذره بلندتر صحبت کنید برادر عزیز من، اصلا صداتون به هیچ جا نمیرسید.
بله رضا جونم، اگر میتونید فریادم میخواید بکشید بگید که صداتون رو با بتونید بشنوید. نه جونم نشده. بفرمایید. بله بفرمایید. به هر حال اگه همه میشنون میشنون دیگه انشالله. انشالله بفرمایید که من بتونم بشنوم. بفرمایید بفرمایید. اما تا از دنم اگه هفت هم سر همه باشی بوده
اینه که در حال آدم بخواد صحبت کنه صحبت زیاده، من نمیخواد وقتی شما رو بگیرم، البته چون موقع تعطیلات هم هست و حتما چیزای گفتنی هم شما زیاد دارید، ولی اگر من هر یعنی صحبت داره نبگم هر به عنوان فقط به وقتایی که بخواید صحبت رو بکنید عمل کنم انجام شده زیاده. الان همین آقای همین کارزایی اگر بخواد گذشته بعد از انتخابات، یعنی که خودش انتخاب بشه برید نبودی که بعد از زمین کنید، ولی خودش این رو که آمدید باز کم کم بگیره این کسی که برسید که آقای همین کارزه رو در کنه که آقای کارزه هم این برگز حقیقت نگه داشته این مسئله 2004 در بودن آمدید یا در اونجا رو بخواد به امانت نگه داره که خودش انتخاب بشه بعد بزنه. ولی یکی از دوستان اصلا را دوستان آقای سوزی بود داشت در مورد منابع گاز که منابع خود گاز قسمتی کوچکی از ذخایر افغانستان تشکیه داریم، خاک سنگ، خاک نفت، خاک آلومینیوم، معادن معادنی هستش که اصلا بال نفت و گاز رو میذاره زیر پاش وحشتناک معادن دست نخورده در وقتی آدم میره تو در حقیقت اینا رو مطالعه می کنید و می آید جلو می کنید چه ثروتی در اونجا در بین این 14 میلیون افغانی خوابیده از چطوری دارن واقعا این همسه خدا رو احلام می کنن. اگر این مسئله افغانستان و جیسی و ایران و سوریه و سوریه برنامه هست توی یوتیوب هست به جیسی این خانم خبرنگاراشون که پسی فرسی میکرد من در حقیقت جواب هم بسید خبر توی گزارش این خانم هم گرفتم گفتش که در مدرسی چطوری مثلا نیروهای آقای افراد دارن با مخالفه میگن یا نقیقه غیره و دینه از تو چیز در دمت کلی جالب خرید در مورد نون بود که میگفت در دمت نون هست که های دیگه نیست میشه غیره و غیره و میگفت نون هنوزم هنوزه برای 28 سال یا 20 سال گذشته یک سنته من جواب تمام اصله ای که آقای اصلا که میخوام بردارن رو اونجا گرفتم، یعنی نون نباید که 20 سال یک سنت باشه از که الان به قیمت بازی جهانی برسه فرمایدار در اشاره قصدشون هم به سهره رو داره. من میخواستم میون کلام شما میخواستم بپرسم که به ما اطلاع دادن در افغانستان یه معدن‌هایی هستش که توش لیتیوم داره و لیتیوم اون چیزی هستش که این باتری این کامپیوترها یا باتری چیز رو درست میکنه، شما چه اطلاعی دارید؟ بله لیتیوم در پنیبر لیتیوم هر آنسه سوپاره تشکر زیاد. من خیلی معذرت میخوام. نه به این هیچ حرفی نیستش کیفیت صدای مقدار خوب نبود، منم تونستم این مقدار بشنوم. من نمیدونم که صدای شما تونسته پخش بشه در این رسانه ها یا نه، اینه که دیگه بیشتر از این من نمیتونم
بله تشکر میکنم از حضورتون. باز دوباره تشریف دارید، بلکه دستگاه های ما اینجا خرابه، بلکه بتونیم درستشون کنیم که صداتون بهتر در بیاد. آه. تشکر میکنم از حضورتون. مرمت فریزی ها لطف فریز. بله 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 بیننده محترم، شما زنگ زده بودی به برنامه ما، این برنامه ضیافت گفتگو هست و ما پای خط با یک بیننده محترم صحبت میکردیم. اگر باز میخواهید زنگ ما بزنید لطف بفرمایید و ما میتونیم به شما جواب بدیم. و بعد مرحمت حالی زیاد. بله خب یک نوشتاری به دست ما رسیده راجع به این کنفرانس ژنو که قرار برای صلح یا برای هر چیزی که هست در سوریه قرار انجام بگیره و ایران رو بنابرای دلایلی نخواستن دعوت کنن و در رأسش خب امریکا و بقیه صهیونیست های دیگه هستن که نخواستن این کار انجام بشه و خب البته خلاص اشتباه کردن، چون ایران به زبان خودشون یک وضعی خیلی خوبی هست در اون منطقه که داره ثبات اون منطقه رو حفظ میکنه، از افغانستانش گرفته تا لبنانش و هم خلیج فارس و تا دریای عمان و دریای هند و اینا واقعا اشتباه کردن، ولی خب بالاخره بعدا خواهند دید و دوباره این اهمیت ایران رو درک خواهند کرد. و این چیز رو نوشته عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان با اشاره به دعوت نکردن از ایران برای حضور در کنفرانس ژنو دو گفت پیشبینی ما این است که بدون حضور ایران این کنفرانس مطمئنن شکست خورده است. آیت الله سید احمد خاتمی روز دوشنبه در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار سیاسی ایرنا افزود شیطنت آمریکا در کنفرانس ژنو دو و عدم دعوت از ایران نشانه دیگری از دشمنی مجدد آمریکا با نظام اسلامی ایران است. خیلی جالب. وی اظهار داشت ممکن است آنها بگویند که در بحث دعوت نکردن ایران تنها آمریکا نقش نداشته است، ولی تردیدی نیست که یک پای ثابت هر توطئه علیه ایران اسلامی رژیم صهیونیستی است. 7 میلیون جمعیت حرفشون رو به کرتی میشنونن و 7 میلیارد جمعیت دنیا رو معذب میکنن و این واقعا مایه تأسف. امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه چه بخواهند و چه نخواهند ایران اسلامی نفوذ فوق‌العاده نه تنها در سوریه بلکه در دیگر بلاد اسلامی دارد و گفت واقعیت مطلب این است که گرچه حاکمان بدبخت روسیه نوکر آمریکا نخواهند دلهای مردم با نظام اسلامی و این نفوذ معنوی ایران بسیار قدرتمند هست تماس بگیرن، میگه اون نوکرهای روسیه حالا این رو کیا هستن؟ خب بقیه اطلاعاتی داریم. آیت الله خاتمی با بیان این روشن است آنها بدون حضور ایران در کنفرانس ژنو دو راه به جایی نخواهد برد تصدیق کرد این موضوع بر بینش مردم ما خواهد افزود که آمریکا و کشورهای اروپایی مطلقا قابل اعتماد نیستند و نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان گفت
آمریکایی ها هر هدفی که از دعوت نکردن ایران در کنفرانس ژنو به دو دنبال کنند، مطمئنن باید بدانند بدون حضور ایران هیچ گامی در عرصه سوریه به پیش نخواهد رفت. خب این خیلی خیلی ساده است که یک زمانی در یه جایی به نام آرژانتین جنگ و دعوایی شده بود و خب آرژانتین جزء کشورهای آمریکای جنوبی هست و آمریکای جنوبی، تمام کشورهای آمریکای جنوبی با آمریکا یک قرارداد دارند به نام مانرو داکترین، یعنی این یک توافقنامه یا دکترین هست که یک شخصی به نام مانرو که یک زمانی مثل که وزیر دفاع بوده یا وزیر امور خارجه بوده، این هست که هر کشوری به هر کشوری که در آمریکای جنوبی هست تعرضی بکنه، اون کشور میتونه از امریکا کمک بگیره که از خودش دفاع کنه. خب یک زمانی در امریکای آقایی بود به نام رونالد ریگن که یک آرتیست هنرپیشه نسبتاً نامعروفی بوده که در فیلمی یه دفعه بازی کرده بود به نام یک پروفسوری که یک میمونی داشته در دانشگاه باشته که آزمایش میکرده. ایشون رئیس جمهور امریکا شد و در اروپا در انگلیس یک شخصی به نام مارگریت تاچر نخست وزیر اونجا شد و سر یک جزیره که متعلق به آرژانتین هست جنگ و دعوا کردند و از اون ور دنیا خشون فرستادن به این ور دنیا و تقریباً شکست هم خوردن و وقتی که دیدن از لحاظ خشون و اسلحه و مهمات و این چیزها نمیتونن با آرژانتین مقابله بکنن، دست به اقدام جنگ روانی کردن و تمام ایستگاه های فرستنده ها آرژانتین رو طوری کردن که اخبار نادرست از این طرف از انگلیس میدادن که بله اینا شکست خوردن، اونا شکست خوردن، اینا شکست خوردن. بعد اون فرماندهانی هم که در آرژانتین بودن مثل که شما چشماتون بسته باشه و ازتون بخوان که مثلا توی یک خیابون خیلی پر ترددی بخواید رانندگی بکنید و این بندهای خدا دیگه دیدن نمیشه و بالاخره شکست خوردن یا گفتن دیگه ما جنگ نمی کنیم، متوقف شد. و در این زمان آقای ریگان هم به هیچ وجه پاسخ به امدادهایی که آرژانتین میخواست نداد و اون مانرو داکترین هم که از اون طرفی رفت و بالاخره به این جایی افتاد. و همینطور هم همین آقای کارزای که در حال حاضر آقا چطوری شده مثلا میگن دم در آورده یا نمیخواد امضا بکنه یا میگه اول ببینم در جمهور بعدی کیه که بخوام امضا بکنم، اینها را ما نمیدونیم. ولی انقدر میدونیم که افغانستان در حال حاضر همونطوری هم که دوست عزیز ما از کانادا اطلاع دادن لیدیوم یا لیتیوم نمیدونم، اونهایی که میدونید اون هیچی یا تلفظ صحیح این چیز رو به ما بگید که چی هست. و انقدر که ما میدونیم اینه که این فلز یا این ماده یا هرچی هست برای ساختن باتری هایی مصرف میشه که تو همین کامپیوترهایی هست که ما با شما تماس میگیریم یا تلفن های دستی که شما دارید و میتونه مثلا برای 24 ساعت یا بلکه بیشتر میتونه دوام پیدا بکنه. اونها هستن که این ببخشید باتری هایی هستن که از اون جهت اینها چی میکنن ببخشید میتونن ازش استفاده کنن. و یک رسانه ای اطلاع دادش که اون زمان که نفت در ایران اکتشاف شد، در مسجد سلیمان اولین چاه نفت به ثمر رسید که انگلیسا با زرنگی حیله‌گرانه خودشون به خودشون اختصاص دادن این نفت رو، اون زمان کشتی های دنیا با زغاسن یا چوب حرکت میکرد. به مجردی که انگلیس ها دسترسی به نفت پیدا کردن،
نیروی دریای انگلیس در تمام دنیا شد یک و تونست اون اون ضرب المثلی رو که در اون ممالکی که زیر نظر انگلیس هست آفتاب هیچ وقت غروب نمی کنه رو بیان بگن. و در حال حاضر میگن همین ماده که لیتیوم یا لیدیوم یا هر اسمی داره که دوست عزیز ما گفتن از 4 برابر قیمت طلاست. حالا ببینید چی هست. قرار این ماده همون رولی رو بازی کنه که نفت 100 سال پیش 100 خورده سال پیش این رول رو بازی کرد. بیشتر از 100 سال پیش باید باشه، 100 خورده سال پیش باید باشه که این رول رو بازی کرد که این جهان صنعتی با داشتن نفت بود که به اینجا رسید. تونستن از نفت به عنوان سوخت استفاده بکنن و تونستن این جهش صنعت رو پیدا کنن و حالا همون جهش صنعت رو از طریق همین ماده لیتیوم یا لیدیوم یا هر اسمی داره که 4 برابر قیمت طلاست قرار بشه. بله، یک نوشتار دیگه هم رسید به دست ما. اوپس، ببخشید، ببینم بایسته دست. بله، بله، تکونه بکار بکنه. به هر حال این نوشتار راجع به افرادی بودن که برای دیدار اومدن به ایران و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به ابهام برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره رفتار مهمانان اروپایی پاسخ داد. به گزارش گروه دریافت خبرگزاری دانشجویان ایرنا، محمد جواد لاریجانی در پاسخ به سؤالی درباره اظهارات اخیر کاظم جلالی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و اروپا مبنی بر این که دبیر ستاد حقوق بشر با دیدار هیئت پارلمان اروپا با 2 تن از محکومین فتنه 88 موافقت کرده است گفت طبعا در یک چنین مواردی جلسات مشورتی مختلفی در دستگاه های زیرب تشکیل و مسائل متنوعی نیز مطرح می شود که همگی آنها مشورت های داخلی نظام محسوب می شود. به نظر من آقای دکتر جلالی در مطالبی که بیان فرمودند مقداری شتاب زدگی به خرج داده و تسامح در دقت داشته اند، زیرا در هر صورت روال کار بر این است که مسئولان محترم مجلس نظرات مختلف نهادها را میگیرند، ارزیابی میکنند و نهایتا تصمیم میگیرند آنچه به مصلحت است انجام دهند یا خیر، و کسی نمیتواند مجلس را به انجام کاری مجبور کند. خب این برادر این آقای لاریجانی هستش که این صحبت ها رو دارن میکنن و دارن اینا رو میگن و به ادامه دار. البته هیچ کس در این مملکت موافقه رفتار این هیئت در ملاقات با این افراد و عطای جایزه به آنها نبوده است. خب کی اجازه دادی که بدن؟ زیرا اولا تقاضای ملاقات با افرادی که سابقه محکومیت دارند یا به نوعی در حال گذران محکومیت هستند نیازمند هماهنگی های قضایی است و باز هم آنها نیازمند هماهنگی های امنیتی است. ثانیا جایزه دادن به محکومین فتنه همانطور که اشاره شد
اصلا یه توهین سیاسی است. ثالثا همه این امور مراحل تشریفاتی خاص دارد، حتی موافقت با هر بخش از این تقاضاها باید بر اساس مراحل تشریفاتی خاص صورت گیرد و این توافق نافی ضروریت دیپلماتیک و تشریفات نم نیست، همانطور که رئیس محترم مجلس شورای اسلامی هم اشاره کردن که برادر ایشون باشن، اینها باید تقاضای خود را رسما اعلام میکردن که مجلس هم میتوانست تصمیم مناسب بگیرد و به هر نوعی که میخواست عمل کند. بحث اصلی در نحوه رفتار مهمانان کم تمدن ما بوده است. بله، حالا کم تمدن شدن، ما زیاد تمدن داریم الحمدلله. بله، صحبت خلاصه یه جورایی داره میشه یه دست خود کار کنه، این هم داره همکاری با اون یکی ها داره میکنه، یا الله کریم. بله خیر انشالله. بله، کم تمدن ما بوده است. وی در ارزیابی خود از رفتار هیئت اروپایی اظهار کرد. خوب گوش کنید این حرفایی رو ها که داره بزرگ، اگه خوندید دوبار بخونید، نخوندید حتما برید بخونید که این شخص رئیس کل قوای قضاییه است، برادرشون هم رئیس کل چیز مجلس هستش، سخنگوی مجلس یا اون رئیس مجلس هستن و اینها دارن بین خودشون این توپ فوتبال رو به همدیگه دارن پاس میدن، پاس میکنن. بله، یه در ارزیابی خود از رفتار هیئت اروپایی اظهار کرد بدیهی است این کار خلاف عرف دیپلماتیک است و شاید از لحاظ قوانین ما هم نوعی تخلف قانونی باشد. چرا؟ که یکی از ملاقات شوندگان دارای محکومیت معلق است و احیانا هماهنگی با قاضی اجرایی احکام ضروری بوده است، اما در غیر حال دادن جایزه به افرادی که در نظام اسلامی متهم شده و در جریان یک فرایند قانونی روشن و دقیق محکوم شده اند توهین به ملت از خوبی کی اجازه داده این توهین رو بکنن و توهین به نظام سیاسی مدنی ما محسوب می شود و این خرد و خرد ببخشید محسوب می شود. لذا رفتار هیئت اروپایی در این قسمت به هیچ وجه قابل توجیه نیست. خب ما میخواییم بگیم قابل توجیه رفتار شما چی بوده؟ اونها چی کار دیدیم؟ دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه درباره این که چطور می شود غربی ها با وجود ادعایی که در برای نرمهای دیپلماتیک دارن خود را مؤلف نظام های نوین رفتارهای دیپلماتیک در جهان می دانن دست به چنین اقداماتی زده باشن. بله، شما را آدم قرار نمی نکنه، داخل آدم نیستید که این کارا رو باهاتون میکنن، و یعنی جلوشون باید وایسی. گفت اتفاقا این رفتار ناهنجار دیپلماتیک با مواضع غرب و دول اروپایی در فتنه 88 کاملا هماهنگی دارد. خب بابا اینا رو که ما میدونیم، کی اجازه داده اینا بیان اونجا؟ در جریان فتی که در واقع یک کودتای ناموفق علیه دموکراسی در نظام اسلامی بود، دول اروپایی با وقاحت کامل این جریان فتنه را هم هدایت کردند و هم کمک کردند و هم تبلیغ کردند. این سیاست حکایت از ماهیت خیلی سرانه و خودمحورانه غرب دارند. جالب است که غرب چه در رفتار با مردم خودش و چه در رفتار با سایر ملت از گستاخی کم نظیری برخوردار است و گستاخی البته یک علامت بیتمدنی است، همانطور که حیا و ادب و شرم رفتار متمدنانه محسوب می شود. خب هر چی دلتون می خواد، حیا داشته باشی، شرم داشته باشی، ادب داشته باشی، انقدر تو سرتون این غربی ها می زنن تا دیگه کلتون بپکه به قول دوستان شیرازی خودمون. انشالله بله بله انشالله خیر باشه. ما اینو میدیم در این فلان بعد این کامپیوتر ما با این قربی رو داریم سرخوره لابد بله. آه
بله. زهی که به عنوان دبیر ستاد حقوق بشر با هیئت پارلمان اروپا دیدار و گفتگو داشته، درباره آن چه در این نشست گذشته خاطر نشان کرد. اولا هیئت اروپایی چند ماه پیش از سفر از طریق وزارت خارجه تقاضای ملاقات با این جانب را مطرح کرده بود. چون آنها از طریق پارلمان اروپا تقاضا کرده بودند، آن را به مجلس شورای اسلامی هدایت کردیم. پس از آن بود که این ملاقات انجام گرفت. در این جلسه که بسیار دقیق و مفصل و مؤدب با آداب برگزار شد، آنها درباره جریان حقوق بشر حاکم در صحنه بین‌المللی با ما صحبت کردند و نظر ایران در این باره درباره مسئله مطرح شد، جویا شدند. ما در پاسخ به آنها که جزئیات بیشتر آن در خبرهای مربوط به دیدار منتشر شده است، مفصل توضیح دادیم. اولا به تلقی آنها از حقوق بشر برای اشکالات فراوانی داریم. ثانیاً اعلام کردیم معتقدیم که سیاست غرب در تحمیل یک تفکر روشن و زندگی به جهان با استفاده از زور شکست خورده است و گذشته از ناموفق بودن این تحمل، این سیاست سبب از بین رفتن شکوفایی تمدن بشر خواهد شد، زیرا تنوع فرهنگ بخشی از تجربه تاریخ بشر در شکل دادن به تمدن است. ثانیاً تأکید کردیم که حقوق بشر امروز به خصوص از سوی دول اروپایی و آمریکایی مورد سوء استفاده عظیم قرار گرفته است. رابعاً متذکر شدیم که دوستان و متعدنان آمریکا و غرب غالباً دیکتاتورهای بسیار سختگیری هستند و کمترین توجهی به نرمه‌های حقوق بشر ندارند. اما چون دست نشانده و تضمین کننده منافع غرب هستند، به حقوق بشر آنها هیچ اشکالی وارد نمی شود. اما ایران که تجربه آن در بنای یک نظام دموکراسی بر اساس عقلانیت اسلامی تجربه جدید بشریت امروز محسوب می شود و به همین واسطه دستاوردهای شگرفی در طی سه دهه گذشته ارائه کرده است، تنها دموکراسی منطقه و پیشرفته ترین کشور منطقه در علم و تکنولوژی و قوی ترین تاثیرگذار ترین کشور منطقه به حساب می آید و در یک کلام ستاره درخشان خاورمیانه است را مورد تهاجم مطرح در یک کلام ستاره درخشان خاورمیانه است که اون را مورد تهاجم متنوع از جمله تهاجم حقوق بشری قرار داده اند. یا الله. بله، وی ادامه داد همچنین در این ملاقات طرف اروپایی دو تقاضا مطرح کرد. اول نظر مساعد ایران برای آغاز مجدد مذاکرات حقوق بشر میان ایران و اروپا را خواستار شد. دوم توسعه همکاری های قضایی بین ایران و اروپا جهت آشنایی بیشتر اروپایی‌ها با دستاوردهای مدنی جمهوری اسلامی درخواست کرد. همچنین در این ملاقات دو تقاضا مطرح شد. لاریجان در برای پذیرش این درخواست خاطر نشان کرد. ما با تقاضای دوم موافقت کردیم و از سوی مسیر مختلف پیگیر اجرای آن خواهیم بود. اما در باره تجربه مذاکرات ایران و اروپا یادآور شدیم که این مذاکرات از سال 81 برای چند
دور برگزار شد و مبنای آن جایگزین کردن رفتار خصمانه و مجامع بین المللی با میز مذاکره بود. منتها پس از چند دوره مذاکره دول اروپایی تصمیم گرفتند صحنه بین المللی تهاجم بین المللی علیه ایران مجدداً به راه بیاندازند و نمونه آن قطعنامه هایی است که مطرح کرده و می کنند و یا مواضع بی‌ادبانه و گستاخانه علیه نظام مسعودان آن اتخاذ می‌کنند. وی تأکید کرد با توجه به این شرایط تردید ما این است که این مذاکره ها با همان معیار منسوخ شما و حریف، البته همان گونه که قبلا هم گفتید، شما شکسته حریف پوسیده، طبیعتا ما به مذاکره‌ای که بر اساس حسن نیت و علاقه به فهم متقابل باشد نظر مثبت داریم و امیدواریم که مسئله حقوق بشر از این بازی سیاسی خارج شود و به یک میدان همکاری فرهنگی فکری تمدنی بشری تبدیل شود که در آن همه ملت‌ها حق داشته باشند بر اساس فرهنگ خودشان زندگی خود را شکل دهند و با همه فرهنگ تعامل داشته باشند. خوب گوش کردین اینا رو کی گفته دیگه؟ لاریجانی، آقای لاریجانی یک به اصطلاح شخصیت شناخته شده حقوقی مملکت ما هستن و ایشون این حرفا رو زده که یکی اومده رفته اجازه گرفته که بیاد ما رو ببینه، بعد یواشکی رفته یکی دیگر رو دیده، حالا ما چی کار کنیم، اون چی کار کنه، ما با ادبیم، اون بی ادبه. ببینید ما همیشه اینجا گفتیم سبحان الله، نوکری خفت و خاری میاره، بعدش هم نیستی و نابودی. ملت ایران، مردم ایران، اون ملتی که در صحنه حاضرن هر روز تمام این تحریما رو هم تحمل کردن، اونهایی که از جان و مال و همه چیزشون گذشتن که این نظام جمهوری اسلامی ایران رو نگهدارن، نمیخوان نوکر بشن. شماها که در رأس هستین، از این تحریما کدوم شما رو ناراحت کرده؟ کدوم شما غذا نداشتید بخورید؟ کدوم شما گوشت نداشتید بخورید؟ حالا اومدید داره میگید ادب غربی ها بقیه شما رو آدم حساب نمی کنن که با تو بتونن صحبت بکنن. ببینید پشت سرتون چیا دارن میگن در اون اتاقهای در فکری و بقیه جایی که هست. علکی خودتون رو خوش کردین که بله ما نظام فلان به ما فلان این طرف مثل یه باید قاطر میخوایی با همدیگه را بدین. خب قاطری لغت میذارید محکم تو کلتون لهتون میکنه و متاسفیم، واقعا متاسفیم که این افرادی که مستر کار هستن، اینا کم کاری هم نیست، و این موقع قضاییه مثل اون سوپریم کورت امریکا میمونه. این 9 نفری که اینجا نشستن در امریکا به نام سوپریم کورت، رئیس کل اونا این حرفا رو داره میزنه اینطوری، و ما کاملا متاسفیم، کاملا متاسفیم. مردم ایران باید حق خودشون رو بگیرن، مردم ایران باید تو صحنه حاضر باشن. یک چیز آخر هم خدمتون عرض کنیم انشالله که این هم اینطوری گفته میشه: رزم هوایی و سوختگیری در آسمان در رزمایش نهاجان. نهاجان مثل یه اسم چیزی هست، فرمانده پایگاه هوایی بندر عباس آزمایش سامانه های دفاعی و جنگی، ساخت داخل و سنجش میزان کارایی و بازده آنها را از جمله اهداف رزمایش فدایین حریم ولایت 4 عنوان کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران منطقه خلیج فارس، امیر سرتیپ دوم خلبان فرهاد گودرزی خاطر نشان کرد شناسایی و درگیری و رزم هوایی سوختگیری در پهنه آسمان هنگام عملیات از دیگر سناریوهای طرحریزی شده در این آزمایش است. وی با بیان اینکه رزمایش فدایان حریم ولایت 4 از نظر گسترش فیزیکی یکی از گسترده ترین رزمایش های برگزار شده توسط نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران هستند، ادامه داد در کنار پایگاه بندر عباس که به صورت مستقیم در رزمایش حضور دارد، پایگاه شهید عباس دوران شیراز
دوران یا دوران شیراز، پایگاه هوایی مهرآباد تهران و پایگاه های هوایی شاهبهار اصفهان و نیز به طور غیر مستقیم ماموریت هایی در این رزمایش بر عهده گرفتند. و گودرزی با بیان اینکه در موج اول رزمایش تمام هواپیماهای شکاری، سوخت رسانی، ترابری، خلبانان در پایگاه شهید عبدالکریم بدر عباس متقرر شده، پس از ابلاغ ماموریت ها به مناطق تعیین شده اعزام شوند. افزود در موج دوم بخش عملیات رزمایش انجام شد، تمامی پرسنل پرواز خلبانان، نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی پرواز کرده و احباب فرصت فرار در چند حمله مورد اصابت قرار نه فرضی رو فرمانده پایگاه هوایی بدر عباس تحریک کرد. مرحله عملیات از بخش های مختلف تشکیل شده و برای اولین بار در رزمایش هوایی خلبانان جوان آموزش های در کنار خلبان باشد. الحمدلله الحمدلله الحمدلله. بابا دست کم نگیرید ملت خودتون رو، دست کم نگیرید مردم خودتون رو. ایمان به مملکتتون داشته باشید، ایمان به ملت خود داشته باشید، ایمان به اون دولتی که اینا انتخاب کردن داشته باشید. در صحنه حاضر باشید، سعی کنید اونهایی که خلاف دارن میکنن رو بکشید بیرون، بیارید پایین. سعی کنید که نوکری به کسی نکنید، آقای خود باشید. سوختگیری در آسمان کار به این سادگی‌ای نیست. الان چند کشور میتونن این کارو بکنن که حالا ایران هم میخواد انجام بده. در ضمن جوانهای ما دوش به دوش خلبانها دارن کار یاد میگیرن. اما امیدواریم که از تمام سراسر ایران بتونن دفاع بکنن و امیدواریم که باز قسمت بشه که هفته آینده خدمت شما برسیم و امیدواریم که روزهای خوشی داشته باشید. تشکر میکنیم از اینکه به ما وقت دادید که خدمت شما باشیم. تا بعد، مرحمت‌ها بزنید.